سلام به برنامه نظامی دیگه از نظامی ترین رسانه یوتیوب خوش اومدید. امروز با شما همراه شدیم تا سرکی بکشیم به قوقای پهپادهای ایرانی در منطقه. حوزه پرنده بدون سرنشین در حقیقت یکی از مهمترین پایه‌های توان دفاعی و بازدارندگی کشور ما توی دهه 90 به حساب میاد، در حالی که واسه مدت‌های طولانی سپاه پاسداران به عنوان متولی و کاربر اصلی این سامانه‌ها به حساب میاد. اما از چند سال قبل ارتش ایران هم وارد این دنیای مدرن و حساس شده که خوشبختانه ثمرات و دستاوردهای خیلی زیادی رو واسه کشورمون به همراه داشته. حالا و در ابتدای سال جدید هم رونمایی از پرنده‌های بدون سرنشین انتحاری و مجهز شدن آجا به پهپادهای شناسایی و رزمی مهاجر 6 در نقش سرکوب پدافند هوایی از جمله اخبار مهم توی این بخش به شمار میره که نوید بخش اقدامات و اتفاقای بزرگی در این حوزه است. در ادامه با هم از مهمترین تغییرات این بخش از نیروهای نظامی ایران می‌بینیم و فاصله رو با قدرتمندترین‌ها در این عرصه بررسی می‌کنیم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی بکنید. اگه تا حالا به نظامی‌ترین رسانه یوتیوب نپیوستید، سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. جدیدترین دستاورد پهپادی ایران که این روزها توی رسانه‌ها خیلی خیلی سر و صدا کرده، پهپاد غزه است که ارقام جدیدی رو توی عرصه پهپادی واسه ایران رقم زده. در اصل میشه گفت که ارتفاع پروازی 35000 پا یا 10.5 کیلومتر، طول دهنه 21 متر و برد عملیاتی 2000 کیلومتر و توان حمل 500 کیلو مهمات ارقامی بودن که این پهپاد برای توان پهپادی ایران رقم زد. همچنین این پرنده میتونه تا 35 ساعت عملیات انجام بده. پهپاد غزه علاوه بر تجهیزات پایش و جمع‌آوری سیگنال و نقشه برداری و حمله به اهداف زمینی و دریایی همزمان، قابلیت دفاع هوایی رو هم داره و موشک‌های هوا به هوا رو هم شلیک می‌کنه. موشک‌های جدیدی برای دفاع هوایی این پهپاد ساخته شده. توانایی هوش مصنوعی این پهپاد خیلی بالاست. چیزی که در مورد این پهپاد داستان شده، جایگاه دهلیز خالی زیر شکم این پهپادی که بعضی‌ها گفتن که این پهپاد مثل جنگنده‌های آمریکایی توان حمله یه سری موشک در درون خودش رو داره که به این ترتیب 6 موشک زیر بال‌ها، 5 موشک دیگه هم درون خود پهپاد جا می‌گیره. ولی بعضی از متخصصای دیگه اینم هم گفتن که چون این پرنده زیر هر بالش جایگاهی برای موشک داره، احتمالاً این جای خالی درونی برای حمله تجهیزات شناسایی شنود استفاده بشه و اگه بخواد در نقش حمله به کارگیری بشه، میتونه در اون جایگاه برای خودش بمب هم بارگیری بکنه. یعنی در مجموع با این جایگاه میتونه بیشتر از 13 بمب رو در خودش جای بده. در ادامه این روند هم ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرارداد مهمی رو با هم دیگه امضا کردن که بر اساس اون قراره وزارت دفاع 1000 فروند پرنده بدون سرنشین رو واسه ارتش بسازه و تحویل بده. عدد رسمی اعلام شده یعنی 1000 فروند پهپاد از مدل‌های کوچیک تجاری تا گونه‌های سنگین و بلند پرواز نظامی واسه طراحی، ساخت، تولید انبوه و تحویل فوری نیازمند زیرساخت صنعتی و با تجربه بالاست که نشون میده با گذشت بیش از 3 دهه از آغاز تولید پرنده‌های بدون سرنشین توی کشور، جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی در کنار تعداد محدودی از قدرت‌های جهانی در حوزه تولید انبوه و کاملا صنعتی پرنده‌های بدون سرنشین قرار گرفته. توی این کلاس و این تعداد شاید بشه فقط به اسم‌های آمریکا و چین به عنوان رقیب واقعی اشاره کرد. اما ارتش دنبال کدوم پرنده‌های بدون سرنشینه؟ سوال مهم و بزرگ در خصوص این قرارداد جدید اینه که پرنده‌های بدون سرنشین مورد نظر ارتش توی این قرارداد شامل کدوم نوع‌ها هستن؟ همونطور که اشاره شد، خبری در این زمینه اعلام نشده، اما میشه در این زمینه یه سری از حدس‌ها و گمانه‌زنی‌ها رو مطرح کرد. پهپاد مهاجر 6 رو شاید بشه به نوعی یکی از بهترین انتخاب‌ها توی خانواده‌های بدون سرنشین کشور به حساب آورد. این پرنده بدون سرنشین شناسایی رسمی با ترکیبی از یه طراحی ساده، توان حمل مهمات مناسب، سرعت و ارتفاع پروازی کافی و در این حال توان تولید انبوه مخصوصا برای محیط‌های مثل مرز شرقی کشور که در چند سال اخیر ماموریت حفاظت یه بخش از اون به ارتش واگذار شده، یه گزینه مطلوب به حساب میاد. این پهپاد در حدود 5.5 کیلومتر ارتفاع پروازی داره و میتونه با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت هم پرواز بکنه. این پهپاد توان حمل 40 کیلوگرم محموله رو داره و موندگاری اون در حدود 12 ساعته. پهپاد کرار از گزینه‌های دیگه جالب و مورد توجه ارتش. این پهپاد توی 7 نقش مختلف از رهگیری هوایی، تهاجم زمینی، شناسایی، عملیات انتحاری و غیره تولید شده و توی سال‌های اخیر نمونه‌های مختلفی از اون به نیروهای مسلح از جمله ارتش تحویل داده شده. مشخصات اعلام شده این پرنده شامل برد 1000 کیلومتر، سرعت حدود 900 کیلومتر بر ساعت، محموله قابل حمل حدود 500 کیلوگرم و سقف پرواز حدود 25000 تا 4000 پا توی نمونه‌های مختلف بود. روش به کارگیری این نمونه از کرار به صورت پرتاب از روی پرتابگر با پیشران راکت
الکتریکی که بعد از اتمام انرژی اون رها میشه و موتور جت خود پرنده روشن میشه. این پهپاد از موتورهای جت سری طول ساخت صنایع دفاعی ایران بهره میبره. کمان 12 و کمان 22 دو گزینه مهم دیگه است که در ابتدا به صورت نمونه‌ای توسط خود ارتش توسعه پیدا کرده و نمونه‌های اولیه اون هم توسط بخش‌های صنعتی آجا طراحی و ساخته شده. این احتمال وجود داره که با استفاده از توان صنعتی وزارت دفاع توی این بخش تولید انبوه این دو سامانه پروازی به این ارگان محول شده باشه. کمان 12 در حقیقت یه پرنده شبیه به همکلاس مهاجر ششه و در جریان رزمایش سال گذشته پهپادی ارتش هم نشون داد که توان حمل و پرتاب 4 تیر بمب دوریستا رو مثل سری مهاجر 6 داره. مشخصات پروازی این پرنده بدون سرنشین به صورت کلی عبارت از وزن نهایی 450 کیلوگرم، مداومت پروازی 10 ساعته، برد رزمی 1000 کیلومتر و حد اکثر سرعت 200 کیلومتر بر ساعت. گزینه بعدی عضو جدید خانواده کمان یعنی کمان 22. این هواپیمای بدون سرنشین مجهز به محموله‌های رزمی، اپتیکی و جنگالی و بر اساس مطالبات عملیاتی نیروی هوایی طراحی شده و توی مراحل پایانی تولید قرار داره. پهپاد کمان 22 اولین پهپاد پهن‌پیکر رزمی کشور و قابلیت حمل انواع محموله با مداومت پروازی خیلی بالا و بیش از 24 ساعت و برد 3000 کیلومتر رو داره که توانایی شناسایی، مراقبت و جمع‌آوری اطلاعات و عکس‌برداری از اهداف دوردست رو داره. با حمل انواع مهمات هوشمند توان رزمی بالایی به این نیرو میده. این پهپاد یکی از برد بلندترین پهپادهای شناسایی رزمی ما به حساب میاد. توی بحث تسلیحات با یه نگاه به تصاویر منتشر شده شاهد نصب 4 تیر بمب قائم، 2 تیر بمب یا موشک ناشناخته، یه سیستم شناسایی الکتروپتیکی و یه غلاف توی زیر بدنه پهپاد هستیم. به صورت رسمی درباره ماهیت غلاف مورد نظر صحبتی مطرح نشده، اما با توجه به اشاره فرمانده نهاجا به محموله جنگالی میشه این احتمال رو با اطمینان بالا مطرح کرد که غلاف مورد نظر حامل یه سیستم جنگ الکترونیکی بود.